سلام فعال چطوره به کانال میشم وی خوش میدید. تو این ویدیو میخوام یه سری چیزا رو بگیم که نتونستیم تو ویدیو آمفیبیای قبلی در موردش حرف بزنیم، که یه سری چیزا خیلی باحالن، نکات مهمن در مورد فصل سوم آمفیبیا، تیترالش که از طرف دیزنی پخش شد، احتمال اسپویل و این چیزا که نتونستیم تو اون ویدیو بگیم. اون ویدیو هم خیلی مهم بود، یالم نکات باحال گفتیم، نکات مخفی تئوری گفتیم که لینک اون ویدیو به صورت نوار این بالا میاد، میتونید روش کلیک کنید ویدیو رو ببینید. اختار اسپویل هم بدم، این ویدیو همه داستان آمفیبیا رو تا آخر فصل دوم لو میده و ما میخوایم در مورد اتفاق فصل سوم، احتمالات، تئوری و نکات مهم حرف بزنیم و کلا یه داستان لو میره. این اختار رو بدم که بعضی ناراحت نشن که بگن چرا اختار اسپویل نمیدی. خب الان من اختار اسپویل رو دادم. اگه میخوایم آمفیبیا رو ببینید و تا حالا ندیدید، خب این ویدیو رو نبینید چون داستان براتون لو میره. خب بریم سراغ ویدیو. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد، لایک و کامنت فراموش نشه و رفقی تازه با کانال آشنا شن برای دیدن ویدیوهای باحال بعدی رو دکمه سابسکرایب کلیک کنن و زنگ رو همه قرار بدن. خیلی خیلی ممنون. بدون متلی بزن بریم. انیمیشن آمفیبیا تو فصل دوم خودشون نشون داد اینکه چقدر میتونه جذاب و باحال باشه و این انیمیشن واقعا خفنیه. اینو تو فصل دوم نشون داد و فصل دوم واقعا اتفاقات باحال تو خودش داشت، اتفاقات مهمی تو خودش داشت و میشه گفت ناراحت کننده ترین اتفاق و مهمترین اتفاق تو این فصل مرگ مارسی بود. مرگ مارسی باعث ناراحتی همه طرفداران شد چون اتفاق خیلی سنگینی بود و تو قسمت آخر فصل دوم این اتفاق افتاد و طرفداران با خودشون میگن که الان من با چیکار کنم، اون واقعا مرده؟ یا عالم سوال تو ذهن خودشون دارن و میگن که الان من باید تا فصل سوم منتظر باشم تا جواب این سوالا رو بگیرم. خب دیزنی به این فکر کرده و براش نقشه‌ام کشیده بود. حال نقشه‌اش چی بود؟ ببین رفقا، اولین بار که دیزنی میخواست قسمت آخر آمفیبیا رو پخش کنه، پخشش نکرد و به تاخیر انداخت و طرفداران خیلی عصبانی شدن و فرداش همه قسمت لو رفته بود. قسمتی که قرار بود پخش بشه اما پخش نشد، لو رفته بود و این نکته خیلی مهم بود که تو اون قسمت که لو رفته بود یه سری سوتی‌های پیدا میشد، یه سری باگ‌های پیدا میشد که واقعا به درد اون انیمیشن نمیخورد و نباید اونجا باشن، ولی بود. مثل همین باگی که میبینید، همین سوتی. چرا با اینطوری باشه؟ این سوتی وجود داشت، اما وقتی که قسمت به صورت رسمی پخش شد و ما دیدیم که همون سوتی‌ها برطرف شدن، هم آخرش تیتراژ فصل سوم آمفیبیا رو نشون دادن. نشوندن تیتراژ فصل سوم آمفیبیا واقعا حرکت خیلی جالب و خفنی از طرف دیزنی بود، چون یه سری جوابا رو به ما داد که ما واقعا بهشون نیاز داشتیم. همونطور که گفتم مرگ مارسی خیلی طرفدار ناراحت کرد و دیزنی اتفاقو پیش بینی کرده بود و برای همین وقتی نسخه رسمی قسمت آخر فصل دوم آمفیبیا رو پخش کرد، انتهاش هم همین تیتراژ گذاشت، چون ما تو تیتراژ میفهمیم که مارسی داره دوباره احیا میشه، دوباره داره زنده میشه. اینکه مارسی داره دوباره احیا میشه، دوباره داره زنده میشه، خب خیلی خوشحال کننده است، همه خوشحال میشن، اما این خیلی ترسناک که مارسی داره تو همون جایی که مرده دوباره احیا میشه توسط پاشاندریاس و اون موجود عجیب، و یه تئوری وجود داره که میگن مارسی دوباره میاد اما شرور شده. حالا چجوری؟ تئوری اول اینه که مارسی دوباره زنده میشه اما نه اونطور که قبلا بوده، تحت کنترل، اونم از راه دور، دیگه دست خودش نیست، همینجا راه میره، هر کاری هم که اونا بگن انجام میده. اما تئوری بعدی اینه که اون موجود عجیب، اون موجود چند چشم، میاد تو بدن مارسی مثل یه جور ربات و اونو کنترل میکنه و اینا میتونه خیلی جالب باشه و ترسناک هم باشه. خب رفقا برگردیم به این استراگ بیل سایفر تو همین کتاب عجیب که هنوز معلوم نیست کی نویسندشه. این استراگ خیلی خوب بود و حتی الکسیرش هم روش ریاکت زده، یعنی واکنش نشون داده که این عکس اونجا چیکار میکنه، ولی نگفته که چرا این عکسو گذاشتن، فقط یه تقدیر تشکر از دیزنی کرده که میذاره اینجور نمادهای شیطانی و نمیدونم نمادهای عجیب و جادویی و اینا تو انیمیشن ها باشن و این نمادها باعث میشه که داستان خیلی خوب جلو بره و داستان سرایی بهتر بشه. والا من نمیدونم که این استراگ بیل سافر که فقط یه عکسه، اونم توی کتاب عجیب، چه کمکی به داستان سرایی میکنه، چجور داستان آمفیبیا رو خوب جلو میبره، چه کمکی بهش میکنه که الکسش اینجوری میاد از دیزنی تشکر میکنه و میگه که این نمادها به داستان سرایی کمک خیلی زیادی میکنه. خب چه داستانه؟ این که فقط یه عکسه و تو همین تو توییتر آوردی و در موردش داره حرف میزنی، چه چیزی رو میخوای بگی؟ چه داستان سرایی؟ توی مدتی که گذشت الکسش خیلی در مورد بیل سافر حرف زد، خیلی پست گذاشت، خیلی تو توییتر در موردش مطلب گذاشت، تو استوریاش که پره بیل سافر، تو همون استوری که چند روز پیش تو تلگرام گذاشتم میبینیم که داره پلک میزنه. این نشون میده که بیل سافر واقعا زنده است و اینو برای بار هزارم الکسش میگه.
و الان هم این عکس بیل سایفر رو تو توییتر میذاره و از دیزنی تشکر میکنه که اجازه میده این نمادها و این اشکال تو انیمیشن ها باشن برای اینکه داستان خیلی خوب میبره جلو و حتی از سازندگان آفتیویا یعنی مدبرال و همکاراش هم تشکر میکنه که دارن اینقدر خوب داستان جلو میبرن و داستان عالیه. من نمیدونم که داستان آفتیویا چه ربط به این عکس بیل سایفر داره که اینقدر داره در موردش حرف میزنه. اگه ربطی داره خب بگو چرا اینقدر اذیت میکنه. اگه اینا آدمای نرمالی باشن، آدمای طبیعی باشن و عجیب غریب نباشن، این چیزایی که دارن نشون میدن مثل این استراگ ها، مثل استوریاشون، مثل پستاشون، دارن به ما میگن که یک کراسور تو راهه، یک کراسور خیلی خوب که بیل سافه قرار اونجا باشه. اینطوری دارن میگن. اما وقتی که انیمیشن میاد و میبینه که این اتفاق نمیفته، خب واقعا ناراحت میشه. در مورد همین قضا یه خبر از دیزنی اومده که سازندگان آمفیبیا و خانه جو قرار برن تو کنفرانس کامیکان و اونجا با هم دیگه حرف بزنن و ازشون سوال پرسیده بشه که اینو در آخر ویدیو بیشتر توضیح میدم. تیتراژ فستیوال آمفیبیا واقعا خیلی جالب بود، خیلی جذاب بود. یه سری سوالات مهم رو جواب داد اما بازم سوال ایجاد کرد. شخصیت جدید رو بهمون نشون داد که بعضیاشون واقعا معلومه که میخوان داستانو خیلی جلو ببرن، خیلی قراره که تو داستان تاثیرگذار باشن و یه سری نکات خیلی جالب هم داشت. مثل اون خبرنگار، اون خبرنگار واقعا خیلی شبیه شخصیت واقعی، یه آدم واقعی تو دنیای واقعیه. آره درست شنید، این شخصیت تو انیمیشن آمفیبیا یه آدم واقعی که اسمش روپاله و یه بازیگریه. جالب نیست؟ تو قسمت آخر فصل دوم ما میفهمیم که آنه با اون سنگا ارتباط داره و قدرت‌های خفنی گیرش میاد و میزنه پاشاندرس رو میتره کنه، اما انگار کنترل آنچنانی روش نداره و باید دید که تو فصل سوم میخواد با اون قدرت‌ها چیکار کنه. ولی ما اگه دقت کنیم اونجا به جز سنگ آنه دو تا سنگ دیگه هم هست، سنگ مارسی و سنگ ساشا. خب اونم حتما قدرت‌های مثل آنه دارن و قراره که تو فصل سوم قدرت رو ببینیم. آقا اینجاست که داستان جالب میشه. مگه مارسی نمرده بود و قراره که دوباره زنده بشه؟ اگه زنده شد طرف پاشاندراس اون موجود عجیبه و اون موجود عجیب مارسی رو کنترل میکنه. داستان قراره اینطوری باشه و اگه اینطوری شد مارسی اگه بتونه قدرتش از اون سنگ بگیره و طرف اونا باشه، میاد با آنه درگیر میشه، دعوا میشه و پاشاندراس اون موجود عجیب از مارسی استفاده میکنن تا با آنه درگیر بشه و آنه رو شکست بده. داستان به نظر من قراره اینطوری پیش بره. رفقا اگه ما دقت کنیم رو اون جعبه جادویی، جعبه موسیقی، سه تا سنگ وجود داره که ما تو انیمیشن دیدیم که سه تا سنگ مربوط میشه به ساشا، آنه و مارسی. خب این سه تا جدیدن. این جعبه خب مال خیلی وقت پیشه، مال قدیماست و دست پاشاندریاس بوده. ما اگه به فلش بک پاشاندریاس دقت کنیم میبینیم که اون زمانم پاشاندریاس دو تا دوست داشته، دو تا دوست و با خودش میشن سه تا و جعبه موسیقی هم هست، سه تا سنگ هم هست، دقیقاً مثل آنه و مارسی و ساشا. اونا هم خب سه تا دوست بودن و جعبه موسیقی رو داشتن و ازش استفاده کردن. اون زمان اونطوری بوده، این زمان هم سه تا دوست با جعبه موسیقی. کلا نکته خیلی جالبیه. خب بریم سراغ کنفرانس کامیکان. خبر که از طرف دیزنی اومد و سازندگان انیمیشن خانه جغد با سازندگان آمفیبیا باید برن تو کنفرانس کامیکان و اونجا مصاحبه کنن، با هم دیگه حرف بزنن، نکات خوبی رو بگن، ممکن خیلی نکات جالبی اونجا بگن، یه سری چیزای خوبو بگن و سوالا رو جواب بدن، سوالی که میتونه خیلی جالب باشه. من احتمال میدم که در مورد کراس اوور سوالی اونجا پرسیده میشه و منتظرم که جواب اونا رو ببینم. تو ویدیو قبلی توضیح کوتاه در مورد همین خبر دادم و گفتم که کیا قراره برن. الان یه بار دیگه میگم، ببینین از طرف آمفیبیا خود مدبرالی میره با چند تا گوینده مثل گوینده آنه، هاب هاب، اسپریگ و پولی و خیلی جالب دیگه، گویندگان اصلی، شخصیت اصلی با خود مدبرال میرن و از طرف خانه جغد سازنده انیمیشن خانه جغد میره یعنی دانا تریس با گوینده مثل لوزو، ایدا، همینا میرن با یه آدم دیگه. اون آدم اصلا نمیشناسم. باید به جای اون آدم الکسیرشو میبردن که نبردن. اسم الکسیرش اصلا نیست. No! وقتی این خبر اومد که سازندگان آمفیبیا با سازندگان خانه جغ میرن توی کنفرانس، من حدس میزنم که خبر از الکسیرش نیست، چون الکسیرش مرموز دیزی از اون مرموزتر و کلا معلومه که میخوان چیکار کنن. اما فقط این معلومه که الکسیرش تو کنفرانس نمیره. چرا نمیره؟ هیچ دلیل قانع کننده نیست که الکسیرش نباید اونجا بره. باید اونجا باشه. حالا چرا؟ چون یکی از شخصیت اصلی رو اون صدا پیشگی میکنه، صدا پیشه کینگ و باید اونجا باشه. و تو ساخت انیمیشن خانه جغ به دیناترس کمک کرده و همکارش بوده و میشه گفت که این انیمیشن رو این دوتا با هم دیگه ساختن. و اون طرف تو آمفیبیا هم حضور داشته، با مدبرال مشورت میکرده و خیلی چیزا بهش میگفته، استراگ میذاشتن و صدا پیشه شخصیتای مثل سوز و استن قورباغه‌ای بوده. دیگه خودتون فکر کنید چرا نباید اونجا باشه؟ تنها کسی که باید اونجا باشه خود الکسیرشه.
دیزنی خیلی تو کاراش رازآلوده، اما این دیگه خیلی زیاده رویه. الکسیشو نمیذاره بره اونجا. اینجا دو تا حالت ما داریم، یا دیزنی نمیذاره الکسیش بره اونجا، یا خود الکسیش نمیخواد بره اونجا. کلا در هر صورت زیاده رویه. الکسیش باید اونجا باشه و در مورد انیمیشن حرف بزنه، انیمیشن خونه جغد، آمفیبیا یا حتی آبشار جاذبه، و باید در مورد اون استراگا حرف بزنه، در مورد شخصیت مثل سوز و اموستن قورباغه تو آمفیبیا، در مورد کل اینا به حرف بزنه. اما نیست، یا خودش حس کرده یا دیزی نذاشته بره. ما که شما رو نمیخوریم، چرا اینطوری میکنید؟ سازنده خانه جو اگه برای مصاحبه برن اولین بارشون نیست. اینا قبلا رفتن خیلی جا مصاحبه کردن، اما اونجا الکسیش بود. تو هر مصاحبه که اینا میرفتن الکسیش بود، اما این بار نیست. چرا؟ این که الکسیش هم نیست یه داستان شده واسه خودش و باید ببینیم که قراره چه اتفاق بیفته. اینا میرن تو کنفرانس چه حرفایی میزنن. اگه ویدیو ازش اومد بیرون، یعنی تو یوتیوب ویدیو کنفرانسش اومد، من در مورد اون ویدیو و کنفرانس یه ویدیو میسازم و در موردشون حرف میزنم که چیا گفتن، چیا قرار اتفاق بیفته، در مورد چه نکات حرف زدن، کل اینا رو میگم. فقط مشکلی هست، هنوز معلوم نیست که تاریخ دقیق این کنفرانس کیه. این کنفرانس قراره که چه موقع اتفاق بیفته، چه روزی، چه زمانی، هنوز معلوم نیست. باید منتظر دیزنی باشیم. خودش گفته که این کنفرانس قراره اتفاق بیفته، ولی تاریخ دقیقش رو نگفته. ولی نگران نباشید، هر موقع کنفرانس و مصاحبه انجام شد و ویدیوش اومد بیرون، من از طریق اون ویدیو یه ویدیو دیگه میسازم و داستان رو به شما توضیح میدم. خب رفقا دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. این ویدیو خیلی مهم بود، میشه گفت پارت دوم اون ویدیو قبلی که در مورد آمفیبیا ساخته بودم و کلا یه سری چیزا رو گفتیم که باید میگفتیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشت اومده باشه و اطلاعات خیلی خوبی رو به دست آورده باشید. اگه خوشت اومد لایک کامنت فراموش نشه و رفقا تازه بکنن آشنا شدن برای دیدن ویدیوهای باحال بعدی رو دکمه سابسکرایب کلیک کنن و زنگ رو همه قرار بدن. خیلی خیلی ممنون، تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.